درود بر عزیزان علامه هلی دو و فرزندان عزیزم، در آخرین جلسه کلاس اسکای رومی که با هم داشتیم فصل 3 رو توضیح دادیم، رسیدیم به آلکانها، آلکنها و آلکینها و در واقع مبحث شیمیالی رو باز کردیم و توضیحاتی دادیم برای شما عزیزان در مورد ساختمان آلکانها، آلکنها و آلکینها. الان در این تدریس عزیزانم میخوایم بریم سراغ ادامه تدریس فصل سوم، آخرین فصل شیمیتون، که البته قبلا هم در مورد تدریس این تدریس لینکی رو در همان ابتدای کرونا گذاشته بودیم براتون توی FTPتون و شما احتمالا اون رو دیدین. عزیزانم در این تدریس که الان ساعت 12:21 نیمه شب هست و من دارم این تدریس رو انجام میدم، در واقع میخوایم ادامه فصل سوم رو بررسی کنیم. خدمت شما این رو عرض کنیم، میدانیم که قبلا جلسه قبل گفتیم نفت مخلوطی از هیدروکربن، هیدروکربن ها رو هم تا حد نیازتون آلکان، آلکن، آلکین توضیح دادیم. پس نفت مخلوطی از این هیدروکربن هاست. اما عزیزان هیدروکربن ها یه ویژگی، چند تا ویژگی مهم دارن. لطفاً این مطلب رو خیلی خیلی خوب دقت بفرمایید عزیزانم. عزیزان در یک هیدروکربن تعداد اتم‌های کربن، تعداد اتم‌های کربن بسیار مهم و تاثیرگذار. مثلا در آلکان‌ها گفته بودیم CN هاش 2N و علاوه 2. وقتی میگیم تعداد اتم‌های کربن منظورمون اون N است، اون N. یه دونه باشه بشه متان 34. دو تا بشه بشه اتان 32H6 و همین ترتیب. وقتی تعداد اتم های کربن افزایش پیدا کنه، یعنی هیدروکربنی داشته باشیم توی یه ظرف که تعداد اتم های کربن هر مولکولش مثلا 10 تا کربن باشه، 30H22، توی یه ظرف دیگه هیدروکربنی داشته باشیم که تعداد اتم‌های کربن هر مولکولش 20 تا باشه، 30H42. منظور اینه وقتی تعداد اتم‌های کربن افزایش پیدا می‌کنه عزیزان، قطعاً جرم مولکولی بیشتر خواهد شد. یعنی جرم هر مولکول، همون مثالی که زدم، جرم هر مولکول C20H42 قطعاً جرم مولکول، چون تعداد اتمای کربنش بیشتره، بیشتر از C10H22 خواهد. منظور رو فهمیدید؟ حالا عزیزانم وقتی جرم مولکولی بیشتر میشه، این ویژگی مهم در هیدروکربن ها خیلی خیلی تأثیر گذاره. این چیزی که الان میخوام بگم، وقتی جرم مولکولی بیشتر میشه، نیروی ربایش مولکول ها افزایش پیدا. پس ما انتظار داریم اگر این توی یک ظرف باشه و این مولکول‌هاش باشن،
و سی ده هاش بیست و دو هم توی یه ظرف دیگه داشته باشیم و این مولکول هاش باشه، قطعا ربایش بین این مولکول ها، این ربایش قوی تر از ربایش بین اینها خواهد بود. پس این ربایش خیلی قوی تر. درست شد؟ حالا عزیزانم وقتی ربایش بین مولکول ها بیشتر بشه قطعا مولکول ها به هم نزدیک تر خواهند بود، یعنی این شکلی تجمع مولکول ها ببینید بیشتره، در اینجا تجمع مولکول ها کمتر. طبیعیه دیگه، درکش کردیم. خب هم خود مولکول جرم بیشتری داره هم مولکول ها به هم نزدیک ترن. چرا؟ چون ربایش جرم ربایش بین مولکولی بالاست. حالا وقتی نیروی ربایش بین مولکول ها زیاد میشه عزیزانم، اولین اتفاقی که میفته اینه که چگالی آن هیدروکربن و غلظت آن هیدروکربن بیشتر میشه. یعنی ما انتظار داریم اگر این دوتا ظرفمون هم اندازه باشند از نظر حجم، سی دهاش 22 توی این ریختیم، سی 20هاش 42 ریختیم، هر دوتا بشر 100 سیسی باشه، اگر بذاریمش روی ترازو دقیقا انتظار داریم که سی 20هاش 42 سنگین تر باشه بیاد پایین. طبق همین شکل ویژگی دیگر عزیزان، وقتی ربایش مولکول ها زیاد باشه و ما این مایع رو بخوایم بریزیم، مولکول ها سفت همو گرفته باشن، مایع به سختی ریخته میشه. در اصطلاح میگیم گران روی، اسم علمیش ویسکوزیته، بیشتر خواهد بود. عزیزانم شما عسل و آب رو مقایسه کنید، یه لیوان پر از عسل یه لیوان پر از آب، خالیشون میکنیم، کدام زودتر میریزه؟ آب. میگیم گران رویش کمه. چرا؟ ربایش مولکولیش کمه. عسل به سختی میریزه، دیرتر میریزه. گران روی تعریفش مقاومت یک مایع در برابر جاری شدن را ویسکوزیته یا گران روی میگوییم. عزیزان ویژگی بعدی که اضافه میشه وقتی نیروی ربایش مولکول ها زیاد بشه، گفتیم مولکول ها به هم نزدیک میشن، غلظت بیشتر میشه. عزیزان حالا فرض کنید من یه باریکه نور رو میخوام از این دوتا محلول عبور بدم، از کدام نور راحت تر عبور میکنه؟ طبیعتاً اونی که کربن کمتری داره، غلظتش کمه دیگه. ولی از این یکی نور، از اینی که گران روی زیادی داره، نور به سختی عبور میکنه. در نتیجه در اصطلاح میگیم هرچه نیروی ربایش مولکول ها افزایش پیدا کند، رنگ تیره تر میشود. یعنی انتظار داریم سی بیست هاش 42 مون که توی لیوانه یه محلول تیره تر باشه. اینم درست شد. مورد بعدی از همه حیاتی تر، هر چقدر نیروی ربایش بین مولکول ها بیشتر بشه، عزیزانم توی تدریس فصل فشار که ویدئوشو براتون گذاشتم، دیگه زودپز و جوش، نقطه جوش رو توضیح دادم، عرض کردم که وقتی ما مایه‌ای رو میخواییم به جوش بیاریم باید انقدر دما رو بالا ببریم تا بر نیروی ربایش مولکولی غلبه کنیم، مولکول‌های مایه بتونن ببرن بالا به جوش بیاد. پس وقتی نیروی ربایش مولکول‌ها زیاد باشه انتظار داریم نقطه جوش در اون هیدروکربن بالاتر رود.
یعنی عزیزان الان اگر زیر هر دوتای اینا شعله روشن کنی، قطعا انتظار داریم که این مایع زودتر بجوشه، یعنی 3022 زودتر خواهد جوشید در دمای پایین تری. فرض کنید دوروبر مثلا 80-90 درجه شروع بکنه به جوشیدن، اما 3020-42 دوروبر 170-80 درجه دماش باید برسه تا شروع کنه به جوشیدن. این مواردی که اینجا گفتم بی نهایت مهمه. لطفاً خودتون همزمان که دارید ویدیو رو میبینید ویدیو رو استوب کنید و این رو روی کاغذ چند بار بنویسید. خب فعلا اینو میبندیم. حالا بچه ها فکر کنید رو نگاه کنید، با توجه به شکل نگاه کنید، شکلی که بهمون داده میخوایم بگیم کدوم راحت تر جاری میشه. توی شکل کامل مشخصه دیگه، سوال به این آسونی دیگه. نگاه کنید اینجا بیشتر اومده پایین، اینجا کمتره، اینجا خیلی کم، همون یه ذره است، این هنوز نریخته پایین. پس انتظار داریم گران روی 4 بیشتر از 3 بیشتر از 2 بیشتر از 1، گران روی شماره 1 از همه کمتر، گران روی شماره 4 از همه بیشتر. رنگش هم نگاه کنی رنگ تیره، غلیظ‌تر از همه است. روبمون ور که داریم میریم نگاه کنید رنگ داره روشن میشه. نگاه کنید همون چیزی که گفته بودم براتون. خب این در مورد سوال یکه، چرا این شماره 1 زودتر جاری میشود؟ چه نتیجه میتونیم بگیریم؟ تعداد اتم های کربن چی داره؟ کمتری دارد شماره 1. حالا قسمت به هر یک از فرمولای زیر به کدام روغن تعلق دارد؟ تابلو از همه کمتر 3/12H+26، پس شماره 1مون میشه 3/12H+26. دومی 3/17H+36، 3/17. سومی شماره 3مون 3/20H42 و شماره 4 هم قطعا میمونه برای این 3/24. امیدوارم این مبحث رو خوشگل یاد گرفته باشید در حد لیاقت عزیزای دلم در علامه هلی. اما مطلب بعدی، میریم سراغ جداسازی اجزای نفت خام. عزیزانم تو شیمی هشتم قطعا جداسازی تقطیر رو خوندید. در تقطیر چیکار میکردیم؟ در به این حواستون باشه، به این میگیم چی؟ تقطیر ساده، قاطیش نکنید. تقطیر ساده گفته مخلوطی از دو هیدروکربن مایع با فرمولهای 3-6H14، این هگزانه، نقطه جوش 68 درجه و 3/9H20 نونان. نقطه جوش 151 درجه. اینا با هم مخلوط شدن، قاطیان. بهترین راه جداسازیش اینه، تقطیر ساده. بچه ها چند تا ماده با هم قاطی شده؟ چند تا؟ دو هیدروکربن. پس هر وقت دو تا ماده در هم محلول شده باشن، اینا مال پارساله که دارم میگم، پارسال تو شیمیتون خوندین اینا رو، اگر دوتا مایع حل شده باشند از دستگاه تقطیر ساده استفاده کن. میریزیم اینجا و شروع میکنیم حرارت دادن. این همون دستگاهی است که عزیزان براتون نصبش کرده بودم، عزیزان کارسوق ژنتیکمون، اون روز که میخواستین زحمت بکشین بیاین آزمایشگاه، همونه، دارید میبینیدش و خودتون باهاش کار کردین دیگه. این تو ما الان 36 داریم، 36H14 داریم، قاطی با 39H20.
شروع میکنیم به حرارت دادن. دما سنجم باید اینجا وجود داشته باشه. این لوله خروجی، اسم اینم از پارسال یادتون هست بهش میگفتیم مبرد یا خنک کننده. وقتی شروع میکنیم حرارت دادن، عزیزان دما سنج که دماش میرسه دوروبر 68 درجه، 68-70، این مایه میبینیم داره میجوشه. در واقع چی داره میجوشه؟ 36-14 داره میجوشه، 39-20 که به نقطه جوشش نرسیده هنوز. اونی که داره میجوشه عزیزانم بخار میشه و بخارش میاد از این لوله خارج میشه، میاد توی لوله وسطی مبرد، اون لوله نازکه. لوله بیرونی مبرد همونه که شلنگ براش آورده بودیم، وصلش کردید به دوش. لوله مبرد عزیزان از اینجا وصل به شیر آب سرد. آب سرد، خوب دقت کنید، اینو به آب سرد وصل نکردیم. اینو جهت حرکت آب سرد و جهت حرکت بخار داغ اگر مخالف هم باشه، کارایی دستگاه بالاتر میره. میتونیم شیر رو وصل کنیم به اینجا، به این یکی، ولی کاراییش کمتر میشه. آب سرد از این لوله گندهه میاد، گرمای اون بخار رو میگیره، از اینجا میره فاضلاب، آب گرم، گرم شده. در نتیجه فلش‌های آبی که بخار هگزان بود کم کم به مایع تبدیل میشه و توی این ظرف داره میریزه. باید چشممان به دماسنج باشه. وقتی بیشتر هگزان‌ها بخار بشن برن، حالا میبینیم دماسنج شروع میکنه بالاتر رفتن. اونجا موقعیه که ما باید حرارت رو قطع کنیم، اینو برداریم. الان توی این هگزان داریم 3-6-8-12 داریم، 8-14. این طرف فقط نونانمون باقی مونده، هگزان رفته. البته هیچ تقطیری 100% نیست، قطعا هم این ور هگزان داریم هم این ور نونان داریم. اگه بخوایم جدا سازی بیشتر بهتر اتفاق بیفته، باید این تقطیر رو بارها تکرار کنیم. یعنی دوباره این هگزانه رو بریزیم تو اینو، بالونمون رو خالی کنیم، بشوریم، هگزان رو بریزیم توش، دوباره تقطیر کنیم، چند بار تقطیر تا به یه درصد خلوص بالایی برسیم. اما عزیزانم نفت خام دو جزء نیست. داستان اینجا نیست که بگیم دو تا هیدروکربونه، صدها جزءه. پس دستگاه تقطیر ساده برای جداسازی اجزای نفت خام به درد نمیخوره. پس باید چیکار کنی؟ این کارو میکنی. اساس کار تقطیره، برج تقطیر. این چرا بسته شد؟ برج تقطیر که ببینید به این وسیله میگیم برج تقطیر، به عملی که انجام میده میگیم تقطیر جزء به جزء. پس اسم دستگاه برج تقطیر، عملی که انجام میده تقطیر جزء به جزء، اسمش با خودشه، یعنی اجزای مختلفی رو میخواد جدا کنه. مثل دستگاه تقطیر ساده نیست که دوتا رو بخواد جدا کنه. عکس واقعیش رو در داخل پالایشگاه میبینیم. اینجا دوتا برج تقطیر داره، یعنی این یه برج تقطیر، اینم یه برج تقطیر. عزیزانم این رو اشتباه نگیرید، این کوره است. خب کوره برای چیه؟ الان میفهم عزیزانم. من درس اینو یه ذره بزرگتر کنم که بهتر بتونید ببینید. اینم بیاریم این ور.
نفت خام رو اول ناخالصیش رو جدا میکنن. ناخالصی نفت خام چی بود؟ خوندید؟ نمک، آب و گوگر. برخلاف توضیحاتی که فصل دو گفته که گوگرد، برای تأمین گوگرد از چاهک های دهانه آتشفشان ها و چاهک های نیمه خاموش استفاده می کنیم، اصلا چنین نیست. بعضی کشورها اون کار رو می کنن، کشورهای فقیر. در کشور ما میلیون ها تن گوگرد از نفت به دست میاد که وقتی نفت رو ناخالصیش رو جدا میکنن میلیون ها تن گوگرد به دست میاد. تقریبا تمام گوگرد کشور ما داره از نفت تامین میشه. البته کشور ما 5 تا معدن، نه دهانه آتش فشان ها، معدن زیرزمینی گوگرد هم داریم که اون 5 تا 4 تاش مسدوده، نیازی نداریم، بمونه برای نسل های بعد، کار عاقلانه است. یه دونش یه مقداری استخراج ازش انجام. خب نفتی که تصفیه شده اول وارد کوره میشه. بسته به جنس نفت، خوب دقت کنید، بسته به جنس نفت، دمای کوره و ساختمان برج تقطیر متفاوت عزیزانه، فرق میکنه. آقا مگه جنس نفت فرق میکنه؟ بعد عزیزان بستگی داره که اون پلانکتون هایی که میلیون ها سال پیش به نفت تبدیل شدن چه نوعی بوده باشن، در چه شرایطی نفت شدن. به همین خاطر شما اگر اخبار نفت رو دنبال کنید میشنوید مثلا میگه نفت شیرین خلیج فارس، نفت سبک خلیج فارس، نفت تلخ خلیج فارس، نفت سنگین خلیج فارس، نفت سبک برنت دریای شمال جز بهترین نفت‌های دنیاست، نفت شیل آمریکا. اینا نشون میده که نفت‌ها انواع، یعنی از نظر درصد ترکیباتی که با هم قاطی شده متفاوتن. بهترین نوع نفت‌ها نفت‌های سبک و شیرین هستن. هرچی نفت اسمش سبک باشه، یعنی هیدروکربن‌هاش خیلی زنجیره کربنی گنده ندارن، زنجیره کربنیشون کوتاه‌تره. هر چقدر زنجیره کربنی کوتاه‌تر باشه اون نفت مرغوب‌تره. حالا ببینیم چرا. عزیزان نفت وارد کوره میشه، حرارت کوره بین 300 تا 600 بستگی به نوع نفت، و باعث میشه این نفت ما که از اینورش داره، از اینور کوره داره میاد بیرون، تبدیل شده باشه به بخار نفت. بخار نفت مقدار کمیش هنوز مایعه. خب عزیزان ما مخلوطی از هیدروکربن ها رو حرارت دادیم، اونایی که مولکول هاش تعداد کربن کمتری داشته نقطه جوشش پایین بوده زود بخار شده، اونایی که مولکول هاش تعداد اتم های کربن گنده داشته دیر بخار میشه، بعضیاش اصلا بخار نمیشه، به حالت مایع همینجوری مستقیم میریزه اینجا، میریزه ای پایین و از اینجا خارج میشه. به این لوله ها میگیم برش نفتی. برش نفتی یعنی چی؟ برش نفتی عزیزان مخلوطی از چند هیدروکربن، یعنی برج تقطیر نمیتونه هیدروکربن ها رو دونه 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 جدا کنه، مخلوطی از چند هیدروکربن که چرا نتونستن جدا بشن، با هم قاطی بودن، که چی؟ نقطه جوش نزدیک به هم داشتن. به هر کدوم از این لوله ها که دارید میبینید میگیم برش نفتی. هر برش نفتی مخلوطی از چند هیدروکربن. عزیزان تو همون دستگاه تقطیری که چند لحظه پیش توضیح دادیم، اگر فرض کنید به جای هگزان و نونان هگزان و هپتان باشه جدا نمیشه، نقطه جوششون رو هم نزدیک، مثلا 68 درجه 70 درجه، هر دو با هم بخار میشن.
توی نفت هم مجموعه زیادی از هیدروکربن ها هست. پس هیدروکربن هایی که خیلی 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 سنگین بودن، سنگین بودن یعنی چی؟ یعنی تعداد کربن ها زیاد. زنجیره کربنی مثلا عزیزان 60 تا اتم کربن، اینجوری 60 تا چسبیده به هم، آلکان 30-60. این خارج میشه از اینجا، چیه این برشمون خروجیش؟ قیره. قیر نگاه کنید، برای ایزوگام ساختمان ها، برای آسفالت جاده ها، این قیر، قیری که استفاده میکنه. اما بقیه یه هیدروکربن ها عزیزان دلم، خب مقداریشون که دارن ریخته میشن اینجا بخار میشن. اونایشون که تعداد اتمای کربن کمتره از این سینی ها عبور میکنن عزیزان، به این طبقات که دارید میبینید تو برج تقدیر، خود نفتی ها، مهندسین نفت به اینا میگن سینی، سینی، سینی. این بخارها از این سینیه میاد میره بیرون. اونایی که هیدروکربن هایی که تعداد اتم های کربن بیشتری دارن، وقتی میخورن به اون سینی دوباره مایع میشن، مایع ها میریزن پایین، دوباره میان میرن. اونایی که سبکتر بودن و اینایی که از اینجا اومدن میرن میخورن به سینی بعدی. اونایشون که تعداد کربن کمتری داره از سینی رد میشن. اما اونهایشون که تعداد اتمای کربنش بیشتر بود، وقتی میخوره به سینی دوچار میهان میشه، میریزه پایین، از این برش خارج میشه. چی؟ ماده ای به نام مازوت یا نفت کوره. مازوت یا نفت کوره بچه‌ها یه مایه ای غلیظ و سیاه رنگ، شلتر از قیر، یعنی گران رویش کمتر از قیره، ولی نسبت به بنزین و نفت و اینا خیلی سفتره، سیاه سیاهه، یه بوی خاصی داره. برای سوخت مثلا لنج ها، کشتی های امروزی خیلی هاشون هسته ای یا دیزلی هن، ولی برای سوخت لنج های قدیمی و همچنین سوخت کوره، کوره کارخانه ها، مثلا کوره های آجرپزی سوختشون همشون مازوته. مازوت سوختیست ارزان با انرژی زیاد، اما دود و آلودگی شدیده. به همین خاطر تا 20 کیلومتری اطراف شهرها یا 30 کیلومتری اطراف شهرها حق استفاده ندارند. بریم سراغ هیدروکربن هایی که سبکتر بودن، نقطه جوششون کمتر بود و از این سینی ها گذشتند، میرن میخورن به سینی بالایی. باز اونایشون که سنگین ترن بازم، یعنی ببینید از این پایینیه سبکترن، تعداد اتمای کربنش از مازوت مثلا سی سیه، تقریبا در مازوت حدودای سی سی، یعنی 30 تا اتم کربن تا 40 تا اتم کربن، سبکتر از این مازوته، سبکتره ولی از او بالایی سنگین تره. اونا اینجا به مایع تبدیل میشن و از اینجا خارج میشن. اینا چی هن؟ روان کننده ها. روان کننده چی عزیزان؟ انواع روغن. انواع روغن ها قاطی با هم. حالا کارخانه روغن مثلا فرض کنید بهران، سپاهان، میاد ای برش رو از پالایشگاه میخره، قرارداد میبندن، میگن آقا ما ای برش شما رو مثلا یک سال انقدر میلیون میخریم، یا لوله کشی میکنن اگه نزدیک باشه کارخونه بهران به این پالایشگاه، یا با تانکر براشون میفرستن. حالا چیکار میکنن؟ یه برج تقطیر دیگه که تخصصی تره دارن، توی شکل نگاه کنید، شکل خود کتابتون، گفتیم دوتا برج تقطیره، این برج تقطیر برج تقطیری تخصصی تر از اینه، این قبلیه این شکلی داره جدا میکنه. حالا مثلا من نمیدونم چی وارد این میشه، مثلا برش روغن تزریق میشه به این،
برج تقطیر جدید در کارخانه مثلا روغن بهران دوباره روغن رو گرم میکنه، بخار میکنه، میفرسته تو برج تقطیری با ساختمان خاص. هر کدام از اون برش ها این دفعه روغن خاص خودش رو میده بیرون، مثلا از پایین پایینیه فرض کن گریس میده بیرون، بالاتر روغن مثلا 60، بالاتر روغن 40، روغن 30، روغن 20، تا روغن های نرمتر و مثلا روغن چرخ خیاطی که دیگه روغن 2 و 3 درجه شمارش. خب اینم روان کننده ها. اما بازم هیدروکربن هایی که سبکتر بودن که به مایع تبدیل نشدن و میرن میخورن به سینی بالایی، اونایشون که سبک رد میشن، اونایشون که سنگین ترن دوباره به مایع تبدیل میشن، دوچار میعان میشن، اینجا خارج میشن. اینجا چیه؟ گازوئیل میده بیرون، سوخت دیزل. اسم موتور کامیونات ریلیا، لوکوموتیوا، اسم موتورشون دیزله، توسط دانشمندی به نام دیزل طراحی شده. اینم گازوئیل. دوباره به همین ترتیب سبکترها رد میشن میرن بالا، میخورن به سینی بعدی. اونایشون که هنوز باز سنگین ترن نسبت به بقیه به مایع تبدیل میشن، بر میگردن تا از گازوئیل خارج بشن. دوباره سبکترها رد میشن میخورن سینی بعدی، یه تعدادشون که سبک رد میشه، اونایشون که تعداد اتم کربنش بیشتره به مایع تبدیل میشه، اینجا خارج میشه. چی تولید میکنه بچه ها؟ قلم من از کار افتاد. اینا رو دارید دیگه، میتونید بنویسید. من یک بار اینو باید ببندم، مجدد باز کنم. اینجا بودیم که اینجا بودیم. اونایی که سبکترن دارن عبور میکنند از اینجا، اونایی که سنگین تر بودن میریزن پایین و از راه این خارج میشن و نفت سفید. قبل از اینکه گاز بیاد سوخت تمام کشور ما بخاری نفتی بود. از این نفت، نفت سفید یا سوخت جت، عزیزان حواستون باشه، سوخت جت با سوخت هواپیما فرق. میدونید ما دو جور هواپیما داریم، یه نوعشون ملخ دارند، اونا بنزین سوپر استفاده میکنن، موتورش مثل موتور اتومبیله. اما هواپیماهای جت ساختمان موتورش فرق میکنه، شبیه موتور موشکه و نفت سفید مصرف میکنن، نفت سفید ترتمیز خاص. خب بازم بچه ها اینا رفت طبقه بالاتر، مقدار اونایی که سبکترند رد میشن، اونایی که سنگینن بر میگردن، دوباره طبقه بالاتر اونایشون که سنگینترند به مایع تبدیل میشن و به صورت بنزین خارج میشن. 38 یادتون هست گفته بودیم اکتان، 38 تاش 18 تا حدودای 30-12 توش هست. قاطی. دوباره اونایی که سبکترند میرن بالا و توی این منطقه به مایع تبدیل میشند یه تعدادشون و از اینجا خارج میشند، مثلا 36 37. اینا به بچه ها بهش بعضی کتاب ها نوشته مواد شیمیایی، بعضی کتاب ها نوشته خوراک پتروشیمی. اینا مواد شیمیایی هن که فروخته میشن به کارخانه های پتروشیمی، مثل دو تاشو باید بلد باشید، بنزن و تولوئن. هر دو تاشون به شدت سرطان زا، یعنی شما ظرف بنزن رو بو بکشید دور از جونتون شاید تا 70-80% مبتلا بشید به سرطان، اینقدر سمی و خطرناک. اما عزیزان اونایی که اصلا مایع نمیشن، من باید ذره بیارمش پایین تر تصویر رو نگاه کنیم، اون موادی که
انقدر تعداد اتم های کربنش کمه که دمای ای بالا تقریبا دمای محیط رو داره، یعنی 20 درجه، به مایع تبدیل نمیشن و به صورت گاز خارج میشن. بهش میگن گاز پالایشگاه. عزیزان، متان، پروپان و بوتان بهش میگیم LPG، میبرن با استفاده از فشار و سرما مایعش میکنن، بهش میگیم گاز LPG، گاز پالایشگاه، که اینم کلی خریدار داره توی دنیا، صادر میشه. این داستان پالایش نفت. اما یه چند دقیقه از درسمون باقی مونده، من زمان این ویدیو رو نگاه کنم ببینم. خب مشکلی نداره. این کجا میاد؟ خب عزیزان، یکی از آلکن‌های مهم، آلکن که اولین عضو آلکن‌ها بود، یعنی C2H4، خیلی مهم عزیزان این مبحث، C2H4 که بهش میگیم اتن یا اتیلن. اولا دانشمندان فهمیدن که میوه ای که میرسه از خودش یه مقدار اتن تولید میکنه. این خیلی جالبه. جالب ترش، اتنی که تولید میکنه وقتی به میوه های نارس کناری میرسه باعث رسیدنشون میشه، یعنی اتن نقش هورمونی برای گیاهان داره. این رو انسان به تجربه قدیما فهمیده بود ولی نمیدونست چرا. امروزه دیگه فهمیدن که چرا. من خاطرم هست که آخرهای تابستان اوایل پاییز که میشد، مثلا خونه های قدیم، حیات های بزرگ، من مادر بزرگم مثلا گوجه کاشته بود، بعد گوجه هایی که سبز بود نرسیده بود به من میگفتن، بچه بودم، میگفت وای جان بیا اینا رو بچین، میگفتم مامان آخه اینا سبز، مادر بزرگ اینا به درد میخوره، میگفت بیا. اون موقع روش آموزشیش باور کنید مثل بهترین دبیرای حالا بود. البته من پدر بزرگ، مادر بزرگ، جدمونم معلم بوده، پدر مادر خودم هم فرنگی هستن، خب خودم هم افتخار معلمی دارم، ما خانوادگی معلم بودیم. در واقع الان سه نسلمون هست که معلم هستیم. مادر بزرگم میومد میگفت بچین، میچیدیم و میریخت توی جعبه و میبردیم انباری گوشه حیاتشون، بعد میگفت فهیر جان برو دو تا از تو سبد سیبا دو تا سیب رسیده یه ناب بیار. من میرفتم دوتا سیب پیدا میکردم رسیده خوب، گفتم بیا مامان بزرگ، میگفت حالا اینا رو بذار لای گوجه ها، میذاشتیم لای گوجه ها، میگفت خب روی جعبه رو ببند، هم روزنامه یه چیزی میپکشیم. گفتم خب چیه مامان بزرگ، برای چیه؟ میگفت عزیزم بعدن میفهمی برای چیه، ولی گوجه های کال و سبز نگاه میکنن به سیبا که رسیده است، اینا هم میرسن. در واقع همین داستان بود. سیب رسیده از خودش اتن تولید میکنه، اتن که پخش میشه بین گوجه ها باعث رسیدنشون میشه. عزیزان موزو اینجا داریم میبینیم، میدونید موز اون ور دنیا از آمریکای جنوبی میاد ایران. اگر کشاورزان اونجا موز رو رسیده بچینن تا بزنن کشتی تا برسه اینجا یه ما طول میکشه، همش گندیده. موزها رو سبز و کال میچینن، بار کشتی میزنن میفرستن. تو این مدت موزها خودش شروع میکنه به رسیدن، چون خود موزهای سبز هم مقدار خیلی کمی اتن تولید میکنن. وارد انبارهای تهران میشه، بررسیش میکنن، اگر خیلی مونده باشه تا رسیدنش بررسی میکنن ببینن کی قراره بدنش تو بازار. توی اون در واقع انباری که وجود داره مقداری گاز اتن رها میکنن، موزها در کمتر از دو سه روز زرد میشن و میرسن. این قسمت
اما اتن کاربرد بسیار حیاتی داره. عزیزان انواع پلاستیک رو ببینید اینجا. این پلاستیک ها همه از نفت به دست آمده و معروف ترین، دقت کنید، همه پلاستیک ها از اتن ساخته نمیشن، ولی معروف ترین پلاستیک ها از اتن ساخته میشن و ما اسم ماده اصلیشون پلی اتن. پلی آوردیم اولش، یعنی پلیمریزاسیون، یعنی مولکول های کوچک را به هم وصل می کنیم، یک مولکول قول پیکر می سازیم، به اون میگیم پلیمر. پلیمرها متفاوتن، توی فصل قبلی در مورد پلیمرها داشتیم، پلیمرهای طبیعی، پلیمرهای مصنوعی. پلی اتن، نگاه کنیم، مولکول های کوچک به هم متصل میشه، میشه یک مولکول زنجیره. حالا ببینیم چجوری ساخته میشه. آخرین و مهمترین قسمت درس عزیزان، به طور اتفاقی دانشمندی فهمید، حالا دیگه متاسفانه من تمام اینا رو داستانش رو سر کلاس میگفتم براتون، چون هر کدام از این داستانها یه یادگیری توش بود. خب دیگه کلاس اینجوری شد و تو کلاس های مجازی هم دیگه نمیرسیم اون تمام اون نکات زیبا و جالب و تاریخی رو بگیم، چون حجم ویدیوها زیاد میشه، بارگذاریش برای من سخت میشه، دانلودش برای شما سخت میشه، مجبوریم خود فقط مطالب اصلی درس رو بگیم. عزیزای دلم، در اینجا مولکول های C2H4 رو داریم میبینیم. گفتیم از خانواده آلکن هاست. پیوند دوگانش رو ببینیم، دو تا اتم کربن پیوند دوگانه، حالا از چهار ظرفیت، یه دونه هیدروژن، یه دونه هیدروژن، اینم یه دونه هیدروژن، اینم یه دونه هیدروژن، داخل یک مخزن مقدار زیادی گاز اتن قرار میدن. به همین خاطر ببینید نوشته N تا C2H4. N این داره چی میگه؟ داره میگه N مولکول C2H4. او N چند تاست؟ بستگی داره چه پلاستیکی بخوان تولید کنن. اینا محاسبه شده است که آقا چقدر اتن توی اون مخزن بذاری. حالا N تا C2H4 اینا در داخل مخزن با استفاده از گرما، فشار، یعنی مخزن متراکم میشه، داغ میشه، و کاتالیزگر چی کار میکنن؟ این شرایطی که اینجا نوشتم براتون عزیزان، یعنی گرما و فشار و کاتالیزگر، باعث میشه این پیوند دوگانه های یکیش بشکنه، یعنی مولکول این شکلی بشه. نگاه کنیم، H. عزیزان گفته بودیم ظرفیت کربن چنده؟ 4. الان ظرفیت کربنامون چنده؟ بگید. 1، 2، 3. این 1، 2، 3. در نتیجه این اتم کربن یه پیوند کم داره، به شدت واکنش پذیره، دنبال اینه که یکی دیگر رو پیدا کنه و پیوند برقرار کنه. توی اون مخزن غیر از شبیه خودش، یعنی یه اتن دیگه که پیوند دوگانش شکسته، که وجود نداره که. نگاه کنی، اینم 3 تاست. در نتیجه دو تا کربن که هر کدام 3 تا پیوند دارن، یه دونه کم دارن، همدیگر رو میبینن، خدا خواسته بلا فاصله پیوند برقرار میشه، یه پیوند بین این دوتا به وجود. حالا کربونیوریه 3 تاست، کربونیوریه هم 3 تاست، از این ور با یه اتن دیگه که پیوند دوگانه شکسته پیوند برقرار میکنه، از این ورم با یکی، نگاه کنی، از این ورم با یکی دیگه، با یه اتن دیگه، به همین ترتیب. حالا دوباره این الان ظرفیت 3 باید با یکی دیگه پیوند بده، همینطوری خود به خود توی اون مخزن اتنا شروع میکنن به هم متصل شدن، یه زنجیره گنده به وجود میاد. میگیم C2H4N مرتبه. دقت کنید، اینجا میگفتیم N C2H4، یعنی میگفتیم N مولکول C2H4. اینجا داریم میگیم چی؟
میگیم مولکولی که لعنت. اینجا داریم میگیم مولکولی یعنی یه مولکول، مولکولی که از ان واحد سی دو ها شار تشکیل شده باشد. یعنی یه مولکول قول پیکر که بهش میگیم پلیمر. عزیزان هر واحد سازندش ببینید مثل پازل نشون داده شکل کتابتون، به هر کدام از این واحدهای سازنده میگیم یک مونومر. مونومر پلی اتن یک مولکول سی دو هشاره است. واحدهای سازنده مونومر به مولکول آخریه که یه مولکول قول پیکره، یه مولکول پلیمریست، میگیم پلی اتن یا پلیمر. نه، این مولکولای قول پیکر، یکی میگه آقا پس آخرش چی؟ عرض کردم اینا محاسبات داره، بستگی داره بخوان چند تا اتن رو به هم متصل کنن. عزیزان تعداد اتن ها هرچی بیشتر بشه پلاستیک حاصل استحکامش بیشتر بشه، سفت‌تر میشه. مثلا برای پلاستیک فریزر 1000 اتن به هم متصل میشه، برای پلاستیک های ضخیم‌تر مثلا 3000 تا، برای پلاستیک هایی که باش خطکش های پلاستیکی شما رو می سازن که خشکه سفته مثلا 10000 تا اتن به هم متصل میشه. آخر آخرش نگاه کنید اینا اینجوری به هم وصل شدن، خب فرض کنید 10000 تا است، اینا هم هیدروژن ها. آخر آخرش اون کربن آخری هنوز نیاز به پیوند داره، اونو نمیتونن همینجوری بیارن بیرون به عنوان پلاستیک استفاده کنن، مواد دیگر باش ترکیب میشه، پلاستیک خاصیتش تغییر میکنه، توی اون مخزن مقداری گاز هیدروژن تزریق میکنن وقتی میخوان سر و ته مولکول رو ببندن، یعنی این سر ته اینجا رو میخوان ببندن، نمیخوان دیگه رشد کنه، هیدروژن تزریق میکنن. مولکول هیدروژن تا این کربن به هیدروژن برسه هیدروژن میشکنه، یکیش ایور میچسبه یکیش ایور، سر و ته مولکول بسته شد. اینم در مورد پلی اتن. اما عزیزانم ساعت شده 1 بامداد و من هنوز در خدمت شما هستم. آخرین قسمت ها دیگه در مورد تاثیرات نفت روی نفت خام روی زندگی ماست. این قسمت رو لینکش رو توی FTP از خیلی وقت پیش گذاشتم، لطفاً این قسمت رو ببینید، یه لینک آپارات 15 دقیقه تدریسه، چیز خاصی نداره. تنها نکته مهمش که البته توی 8 هم خوندینش سوختن، اینجا سوختن متانه، سی هاش چار به علاوه او دو میدهد هاش دو او به علاوه سی او دو. البته این معادله برای شما علامه هلیا غلطه، ولی برای مدارس عادی مهم نیست. چرا غلطه؟ چون موازنه نشده. البته اینجا چه نوع سوختنی پارسال داشتید؟ سوختن کامل. اینجا موازنه نیست. نگاه کنید بچه ها، این ور چند تا اکسیژن؟ این یه دونه اکسیژن، اینم دو تا، سه تا. این ور 3 تا اکسیژن داره، ولی این ور چند تا داره؟ 2 تا داره. پس موازنه. برای موازنه کردنش میان یه دو اینجا میذاریم، دو مولکول او دو، دو مولکول اکسیژن، یعنی میشه چند تا اکسیژن؟ 2 2 تا 4 تا. او برم باید 4 تا داشته باشه، چیکارش کنیم بشه 4 تا؟ یه دو میذاریم اینجا. این دو هم برای هیدروژن بود هم برای او بود، 2 2 تا 4 تا هیدروژن، 2 1 2 تا هم اکسیژن، این 2 تا اکسیژن، اینم 2 تا اکسیژن، جمعشون میشه همون 4 تا. بقیه هم موازنن دیگه، نگاه کنید، کربن یه دونه، کربن یه دونه، هیدروژن 4 تا، هیدروژن 4 تا، 2 2 تا 4 تا. عزیزان معادله کلی سوختن آلکان ها رو براتون می نویسم اینجا، بذار اول پاکش کنیم.
CN هاش دو N به علاوه دو. این معادله کلیشه. حالا شاید توی مثلا امتحانا به شما متان ندادن، گفتن آقا هپتان رو بسوزانید. هپتان یعنی چی؟ یعنی سی هفت هاش 16. گفتن اینو بسوزانید. شما اینه که بلد بشید دیگه، کاری نداره. به علاوه یا اودو، البته این سوختنه رو تو شیمی پارسال داشتید. دو تا جمله میگم عزیزان. هر هیدروکربونی ببینید دارم میگم هر فرمولی بهتون دادن هیدروکربون بود، هر هیدروکربونی بسوزن، سوختنه کامل رو دارم میگم نه ناقص ها، همیشه به تعداد اتم های کربن مولکول گاز کربن دی اکسید تولید میکنند. پس نگاه میکنی ببینی چند تا اتم کربن داره هیدروکربنت، بلافاصله میگی آقا اون تعداد کربن دی اکسید. الان بچه در مورد هپتان چند تا کربن داره؟ پس شما زود ایور باید بنویسی چی؟ 7 تا 32 به تعداد اتم های کربن مولکول کربن دی اکسید. به تعداد نصف هیدروژن ها مولکول آب تولید میکنه. چند تا هیدروژن اینجا داریم بچه ها؟ 16 تا. پس شما اینجا باید بنویسی چی؟ 8 تا 8 تا. نصف مولکول های هیدروژن آب میده. این دوتا جمله رو بلد باشید، هر سوختنی بهت بدن از پسش برمید. حالا بیایم روی این. عزیزان بگید ببینم تعداد کربونا چند تاست؟ انتا. پس زود می نویسی انتا سی او دو. آخ از صبح من دارم تدریس میکنم، واقعا دیگه کت و کول افتادم. تعداد هیدروژنا چند تاست بچه ها؟ دو انه به علاوه دو. نصفش میشه چی؟ میشه انه به علاوه یک. درسته؟ نصف دو انه به علاوه دو میشه انه به علاوه یک هاش دو. تمامه دیگه. حالا این پاک شد CN هاش دو N و علاوه دو به علاوه O2 میدهد N تا CO2 به علاوه N به علاوه یکی هاش دو. اکسیژنشو فقط باید درست کنیم. اینم دوباره از کار افتاد، زود از کار میفته وقتی زیاد باش کار میکنیم، حافظش پر میشه. از صبح قلمه بیچاره هم داره کار میکنه دیگه، کم آورده. آره اینشالله که دیگه دوباره اینجوری نشه. CN هاش دو N و علاوه دو به علاوه O2 میدهد N تا CO2 به علاوه N به علاوه یکی هاش دو. حالا بچه هم میخواییم ببینیم اکسیژن هامون چند تا میشه. اینجا نگاه کنید N مال کل مولکول CO2ه دیگه، N ضرب در دو، اینجا دو N اکسیژن داریم. ایور چند تا؟ N به علاوه یک ضرب در یک، اینجا هم N به علاوه یکی داریم. جمعاً میشه چقدر؟ میشه 3N به علاوه یکی اتم اکسیژن. این طرف 3N به علاوه یک اتم اکسیژن داریم، اما اینجا مولکول داریم O2ه. پس می نویسیم N 3N به علاوه یک تقسیم بر دو که این دوه با او دوه بره. نگاه کنید اگر این دوه اینجا نباشه میشه
این دوه اگر با این دو بره میشه سه انه به علاوه یک اتم اکسیژن میشه همون موازنه شد. تمام. خب عزیزانم همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم، آرزو میکنم سلامت باشید. تنها تدریسی که هنوز تدریس خودم انجام نشده، لینکاشو قبلا براتون گذاشتم از تدریس همکاران، تنها تدریسی که انجام نشده فقط و فقط فصل نجومه. اون رو هم اگر از کتاب وزارتی بخونید خیلی راحت از پسش برمیاید. البته انشالله اگر وقت به من یاری بده و الان ساعت 1:15 من برسم، هر روز از تقریبا 7 صبح تا این موقع های شب من دارم فیلم ضبط میکنم، اگر برسم انشالله اونم خدمتتون ارائه دادم خواهم داد. خدا نگهدار. خدا حافظ.